توی فیلم دزد سوم، ابی با بازی سعید راد راننده مینیبوس و قصد داره با جمع کردن پول با زینت که منیژه بازیش میکنه ازدواج کنه. داستان فیلم راجع به دو رقیب عشقیه که هر کدوم برای به دست آوردن زینت دست به کارهای خطرناکی میزنن. بخشهایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. چه نگاری، چه تنی، چه بدنی، چه سیمین سنه. فیلم سینمایی هزار بار مردن که تو سال 1356 ساخته شده، از این قراره که محسن بعد از ترک شدن توسط خانواده و انتقال به پرورشگاه با نوجوانی به اسم احمد آشنا میشه و از پرورشگاه فرار میکنه. سالها بعد محسن و دوستش سارقان حرفه‌ای شدن. محسن قصد داره برای بار آخر سرقت بزرگی رو انجام بده. سرقت لو میره و محسن در فرار باعث کشته شدن کسی میشه و در نهایت دستگیر و اعدام میشه. بخشایی از فیلم هزار بار مردن رو با هم تماشا میکنیم. سلام. سلام. خیلی وقته که اومدی؟ نه، تازه اومدم. تو کی اومدی؟ همین امروز. با کی بودی؟ با احمد بودم دیگه. معلومه میخواستی با کی باشم. الانم فرستادمش دنبال نخودسیا. رفت یه پاکت سیگار بخره. دیروز خیلی منتظرت شدم، خیلی زیاد. دست خودم نیست، کارم طوریه که نمیتونم بگم کی برمیگردم. ولی اینه بدون هر که باشم به یادتم. خودت که میدونی چقدر دوستت دارم. میدونم، ولی دوست داشتن خالی به چه دردم میخوری؟ مریم، من خودم بیشتر از تو عجله دارم. فقط میخوام یه سر سامونی به زندگیم بدم. صبر داشته باش. همیشه همینو گفتی، ولی من که از تو قصر نخواستم. من حاضرم با تو باشم، حتی اگه توی یه زیرزمین باشه. این حرف چیه مریم؟ من نمیخوام تو را همینطوری بیارم تو خونه. دلم میخواد زندگی راحتی برات درست کنم. میخوام جلوی دوستا. جمیله از ترس ازدواج با مردی از ایل فرار میکنه. والی که مأمور برگردوندن جمیله به پدرشه، در حین انجام کار به دختر علاقه‌مند میشه. والی اونو از پدر خواستگاری میکنه و بعد از مخالفت پدر دختر رو میدوزه و به ایلش پناه میبره. بخشایی از فیلم همراهان رو با هم تماشا میکنیم. گفتی دروغ نگو. نگفتم. گفتی عبادت بکن. خب بفرما. کردم. گفتی آزار به کسی نرسان. که نرساندم. گفتی خدا یکیست که میگیم بر منکرش لعنت. هر چی گفتی کردم. تا اینجاش بی حساب. تو من آفریدی، منم وظیفه بندگی من انجام دادم. میمونه جانی که بهم دادی که اونم مال خودته. هر وقت خواستی بفرما بگیرش. شاید ما زیادی هم معصوم نبودیم، اما جزام این نیست که تو داری میدی. ما دلم هوای این دختره بوده. ما شب و روز به فکرش تو بیتی خواند. بود تنش که به دماغم خورد، از خود بی خود شدم. هر شب به خوابش دیدم. کار دیشو پریشود نیست، کار هر شبه. تو خواب نعره زدم، خاطر خواشم. اما ای گناه بزرگیه. خب اگه ای گناه باشه گردنم ماره بگیر. نه ای طفل معصومم. خدا حرفام شنید. منم شنیدم همه شد. جایی نریا، باز ازت درخواست دارم. دخترم کو؟ آها جان، میرم برم میبینم. بیان ببینید دخترم کو. فیلم شرف به کارگردانی عزیزالله بهادوری محصول سال 1354. توی فیلم سلمان که مباشر شهبازیانه ثروت اربابش رو تصاحب میکنه و بعد از مرگ شهبازیان پسرش امیر رو به انجمن خیریه میسپاره. کارخونه داری به اسم بهادر امیر رو به خونش میبره و سرپرستی اونو بر عهده میگیره. بهادر دختری به نام زری داشته که سالها پیش گم شده. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. این چی؟ خودت حبس بزن. تو زنی من میشی.
منتظر پدرتی که از مسافرت بیاد. تو که گفتی همین روزا میاد. آره ولی میدونم پدر مادرم با ازدواج ما موافقت نمی کن. چرا؟ ببین دیگه چیزی ازم نپرس، فعلا دیگه حرفشو نزن. باش هرچی تو بخوای. خب دیگه برم میرمش. داستان فیلم آقای لور به شهر می رود که تو سال 1356 ساخته شده از این قراره که قلی و خواهرش بتول که توی روستا زندگی می کنن قصد دارن به شهر برن تا بتول زن یه مرد شهری بشه. بتول از دست آزار نامزد و خانواده نامزدش به تهران فرار می کنه و آواره می شه. قلی هم که به خاطر درگیری به زندان رفته بوده بعد از آزادی به کمک دختر و پسر جوونی خواهرش رو پیدا می کنه. بخشایی از فیلم آقای لور به شهر می رود رو با هم تماشا می کنیم. تیماش برام تو زنده ای؟ تو خواب می بینی؟ نه تو خواب می بینی پر کنی، اما کاش من خواب می دیدم. خدا را شکر که تو رو یه دفعه دیگه می بینم. آره منم خدا را شکر که پیدات کردم. با خودم میبرم دیم خاکم. بگو تیماش، از خاک من بگو، از ده من، از گوسفندها، از اون جایی که خاکش بوی دهات میده، از گلای بیابون بگو، از روستا، از مردم ساده و خوش باورش بگو. برات میگو، برات از همه چی میگو، از صوب خروس خون، از بعبه گوسفندا، از صدای پرنده ها، از چشمه های صاف، از آدم های بی کلک، از قول و قرارهای مردای با حقیقت، از صفای خودم، از رو راستی اهل روستا، از صداقت و مردونگی، از دین و ایمون مردمان با شرف، از همه چی برات میگم. خواه میبرمت اونجا، اونجایی که تو بهش تعلق داری. تو به هم گفته بودی خاک ده خاک شهر نیست، ریشه ما تو این خاک میخشکه. گفتی که هر گیاهی تو خاک خودش سرسبزه. من اشتباه کردم، خاک مو عوض کردم، خاک مو عوض کردم. زرق و بر...